به نام خدا به نهایت سلام بر شما، امیدوارم جور صحتمند سر حال باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین. از جان دل ما امروز آمدیم در ساحه ریگریشن که مربوط به غرب کابل میشن. قسمی که به تصویر میبینین متاسفانه که از یک سال بدین سو اهالی این منطقه با کمبود آبهای آشامیدنی مواجه هستند و هر روزی که میگذره این نگرانی بیشتر از پیش میشه. ساعت ها منتظر میشینن تا اینکه یک بشکه آب به دست بیارن. متاسفانه این خیلی نگران کننده هست. البته در یک ساحه کابل نه، در بسیار ساحات کابل مشکلات کمابی وجود دارد. در کل کمابی در افغانستان به خصوص در شهرهای بزرگ و کابل وجود دارد، اما در این ساحه بیشتر و زیادتر. به این ارتباط مصاحبه‌ای داریم با اهالی این منطقه و مشکلاتشان را بیشتر از خودشان میشنویم. امیدوار هستم که تا ختم گزارش امروز ما را همراهی کنیم. سلام، خوب هستین؟ ان شاء الله سلامت بخیر و سلامت باشین، زنده باشین. برادر عزیز، ببیننده های ما خود را بیشتر معرفی کنین. رجب محمدی هستم، اهالی همین منطقه. بسیار خوب. جناب محمدی عزیز، چند مدت به این طرف میشه اهالی منطقه با کمبود آب یا آشامیدنی مواجه هستند؟ خدمت شما عرض کنم که تقریبا مدت یک سال میشه که ما با مشکل کمبودی آب مواجه هستیم. آب تقریبا در اکثریت مناطقی که اسامی تانکر است آب اصلا نمیاید، اما در بعض منطقه هایی که نزدیک تانکر است یک شب در میان آب میاید. اونم گاهی میگه نمیاید. در مشکلات آب جدی مواجه هستیم. دقیقا. خب میشه بیشتر معلومات بدین که خب قبلا اهالی منطقه از کدام منابع آبی استفاده میکردن؟ اینجا شرکت خصوصی هست یا دولتی هست؟ چگونه است؟ میشه بیشتر معلومات بدین ببین دایما؟ اینجا یک شرکت خصوصی و آب وجود داره که اهالی این منطقه را آب توزیع میکرد. قبلا خوب بود، اما نزدیک یک سال میشه که آب این منطقه به کمبودی آب مواجه شده. یک شب در میان فقط آب میاد. کورم در بعض مناطق میرسه، بعض مناطق نمیرسه. فقط یک نل داره که برای مردم آب توزیع میکنه از طریق اون نل. تو اونجا هم شلوغ زیاد است، اسامی تانکر زیاده. باید حداقل دو ساعت، دو نیم ساعت منتظر بشین تا نوبت تو برسه و چند بشکه آب بگیری. همونطور که شاهد هستید، آب یکی از منابع حیاتی است که بدون آب در اینجا هیچ کاری نمیتونه که آدم پیش ببره. در برای خوردن به مشکل آب مواجه هستیم، برای ویزو گرفتن به مشکل آب مواجه هستیم و همه کار ما مرتبط با آب است. اما متاسفانه که آب برای ما وجود نداره و مردم مجبور هستند که ساعتها از کارهای خود بمانه و اینجا نوبت بگیره تا یکی یک مقدار آب برای خود بگیره. از هر خانه تقریبا روزانه یک نفر باید بیکار باشه، در صف آب بنشینه و تا یک مقدار آب به دست بیاره. پیشنهاد شما به عنوان اهالی این منطقه به شرکت مربوطه در کل به مسئولین چی است؟ برای حلش این است که فعلا این منبع آبی که وجود داره یا برای مردم آب توزیع کنه یا اجازه بده برای کسی دیگه ای که اونا بتونه یک چاه بزنه و برای مردم آبرسانی، خدمات آبرسانی ایجاد کنه. دقیقاً. موفق میاد باشین ان شاء الله، به امیدی که مشکلات آب یا آشامیدنی در این منطقه و سایر نقاط کابل رفع شود. انشاءالله. بخیر، سلامت باشید. بخیر. خب بیننده های عزیز، همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم متاسفانه از ساعتها به این طرف است که اهالی این منطقه منتظر نشستن و صف کشیدن تا اینکه یک بشکه آب در خانه هایشان ببرن. البته همگی انتظار ای را میکشه. قسمی که به تصویر میبینین آب این مسجد هم به او میزان نیست که کفایت کنه. با نظرداشت نفوس و جمعیتی که وجود دارد در این ساحه مطمئنن که این مقدار آب کفایت نمیکنه. کاکا جان خوب هستین؟ انشاءالله خیر باشین. انشاءالله سلامت باشین. سلامت باشین. چند ساعت است که شما منتظر شیشتین تا یکی دو بشکه آب به دست بیارین؟ فقط بعد از ساعتی یک بجه ما آماده میدیم. تا اونوز تازه نوبت نمه رسید، خود میبینده تصویر. همه روزه چند ساعت منتظر میشینین؟ هر روزه دو پراغ آب ببرید، باید 400-500 منتظر بشین که نوبت آب بیه.
تعداد نفوس و جمعیت این منطقه تقریبا معلوم هست که چی تعداد خانه هستن؟ تقریبا مربوط زمین شرکتی که قبلی مرا میداد 3000 خانه هست. 3000 خانه فعلا آب ندارن؟ فعلا آب نداره. یک شب در میان آب اعلام میکنم با کسایی که نزدیک میرسد بود. کسایی هست که یک سال میشه شیرش خوشک شده یک ذره مونه می دقیق. خب این مقدار آبی که شما میبرین کفایت میکنه؟ مجبور قد از زمین گزارک نید دیگه چاره نیه. یه چاره نیه که کلار در برچی در اونجا رو میکنی کلای شتنی رو همه او خوردن مصول نمیشن. خب من میخواستم در این مورد معلومات بتیم. خواهی شما غیر از آشامیدن نیخو لباس شوشتن است و بسیار از ضرورت های اولیه دیگه هست، با واقعا شما چگونه با این مشکل مبارزه میکنید؟ اونایی که نفر داره خب میبره که سه پره چار پره ببره خب کلایش هم شده میشه، اونایی که نداره خب مجبور دیگه یا خوردن گزاره کنید کلایش شدنی یک جای دیگه در خانه دوست دو بس خب ببره بشیدی. یعنی لباس هایتون رو برای شستن در دیگه جا هم یعنی شخصی میخوادون در دشت مکتب میبره که خانه بچه اونجا میبره کلار میشه پس میره. اینطور روز است. تقریبا یک سال میشه که به مشکل تقریبا یک سال دمام یک چیزا میشه. چطور از نوبت رعایت میشه؟ والا خودت میبینید در تصویر آبم کم است، مجبور مراعات کنه مردم دیگه اگه نکنه خود. دقیقاً. سلامت باشین، انشاءالله که مشکلات کمابی در این منطقه حل شود. کاکا جان مادر جان شما خوب هستین؟ سیادمند انشاءالله. خواهین بشکگه اگه تا گرفتی آمده ایدهو نبود کاکا، امرا تا تشنگی بابا هست خونه خو نسر دیست ندیگه تشنگی مور بی از اکر که به تو کلی میم چند غال مخال چند دیگه تو دنوبت بشه در دو بشکه دنوبت شده میشه اونجی. یعنی دو بشکه آبی که به حساب شما میبرین این کفایت میکنه برتا؟ نه بابا، یک دو بشکه بگا ببرون صبح ببرون در دیده دیگه کس نمیمونه دیگه که اونه بر دنوبت بشه یک بشکه را دیخیم. شخصا برای شما هم واقعا سخت است؟ سخت شده نه کاکا، از لحاظ سنی خیلی سخت است اینجا منتظر. یعنی که من غربول کده و غلمقال کده و که بر تو دنوبت بیش دنوبت دو بشکت یک چقو نی و اشتک سردیست ندارم کاکا. در خانه با چی مشکلات مواجه است این دیسی که ما بیم؟ یه دیگه کس نی دیگه بابا خانه خواه دیگه نکار نبار ندیگه یه کس نداره دیگه اون تایرون موندی کاکا چطور کنی؟ خدا خذاب کده تر کنی که خب؟ دقیقا واقعا سخت است، سخت است مادر جان، انشاءالله که مشکلات نه امراد اینجا ما در منطقه حل شد قرمغال کدوم بخی راکم خانه گریان کدوم مازی که مرد زیاده برون کلی گی نوکست دیده ندیده دستر رو میتونم نکه که او بود در نوبت بشی کاکا خدا شیشتون با شام ترکین جامادم یک دو بشکه بردم. خوب شده نه امروز هم یک دو بشکه آب مستفید شدی دیگه؟ آه دیگه چطور کم دیگه چورا یک جای راک دوزم پاتیو او یک گرد نبود که ما چای میکنم چای دفانه خوب. یعنی بعض خود میمان های تانم می آید دیگه بسیار زیاد سخت تمام میشه، آب نیست که چای دم کنین بریش خود آدم نیم خوردن خود آدم نیم در میمان اگر من میمان تان شوم یک روز خواهی دیگه خوب شما او ندارین دیگه که برای ما چای دم کنین نه میمان چای نه او نه چای دیگه تو اینجا بیش ما پاس آورن تو دو چای کنم. خب انشالله که مشکلات آب در این منطقه حل شد مادر جان. تشکر. بخیر سلامت باشین. خب چند بشکه ارده ام رایت؟ اینجا بشکه یعنی شش بشکه ارده دم پر کرده ما. خیلی شش بشکه پر میشه به نظرت؟ در این کموی؟ ما فقط همی ساعت 12 که نان خوردم یعنی میجه که صف گرفته مینیمال تازه پر کردم. خب وظیفه خوب برتون پیدا شده دیگه. بیستو چندوم نوبت از ما بود یعنی منجی فعلا خود رسیدن نوبت؟ فعلا رسیدن یعنی بشکار رو پور کدم در سر کراچی چند هسته. اگر نوبتی تیر شد و باز اجازه بیتن برید که یایی که نه پرو ندارم؟ نه اینجا که فقط در نفره که پنج دقیقه تول داد دیگه او سو دیگه نفر در جایش هسته نوبتی تو می سوزه؟ نوبت اینجا یک بشکار داشته باشی یک نفر در کاره ده بشکار داشته باشی هم یک نفر در کاره. ای وای یعنی یک نفر مخصوص بریزی باید در خانه باشه که هر روز دنبال آب بیاید؟ هر روز دنبال آب بیاید یعنی کسایی نیه دیده کسی از سرا کلیگی بچه ها اینا میاد. اگر در خانه نفر داشته باشی خوب، اگر نداشته باشی یه هم سخت است؟ نداشته باشی خانه دیگه
کس بردن هم تنه این رزیو می این زده چند تا بوشکه مشکه یا چند روز خانه نبودم زده مایده مایده شده میفتنه از سرکراچی از پیشش اتیاد نمیکنم آره بوشکه یا گرنگ است دیگه خواهی شش بوشکه کفایت میکنه شما شش بوشکه ولی امروز خوب کس سبا تا چشتا تا دمایدگر بسه زخیره گر یا اودان جور کدم که بسیار شیرش ضعیف است یک دانه شیر داشت شیردان داشت و کلام میماد ازش پیش ازی که او بود او رو واس کدم بخاطر که بچه ها که رفت شیری که تو داده او زیاد میاد یک دانشی ضعیف شانده که نموسی هم قشه و گزاره شده این قدری آب شما بیشتر میدونید؟ بیشتر این حالی سابقه بود یکان چیزی مشوش فرش یا دیگه از این تا چیزا و گبا بخیر قد هستن تمام شده و گبا دید بجود لباس کسایی رو دیدیم که لباس خود از اینجا برده دیگه جای لباس شویی گرفتن اینی سخت است این دیگه این شخص خود من یک وقتی من اینجا ساعت سه بجه شب هم آمادم که اینجا اول دوم یا نوبت بگیرم بخاطر که صبح وقت سر یا گوجه دستر کار مار بریم مقصد یک چیز نگران کننده است که خدای نخواسته آب همین مسجد چی نشه خشک نشه این مسجد می چایش تازه میره یمی او که قچت بود هم زو زده یک نفر حالی که تا فعلا خوب است ضعیف است خود یک گزاره موشه ای سولری است سولری تشکر از صحبت شما ان شاء الله که مشکلات آب در منطقه حل شه برادر عزیز خوب بنیده های عزیز ای بود گزارش امروز ما از ساحه رگریشن غرب کابل که متاسفانه اهالی منطقه خیلی ها به کمبود آب یا شامیدنی مواجه هستند ساعت ها منتظر میشنن تا ای که یک بشکه آب به دست بیارن تشکر از همراهی همیشگی شما از دان بنیده تا گزارش های بعدی و برنامه های بعدی خدا حافظ یار نگهدارتان روز روزگارتان خوش باد انشالله